خانم ابراهیم‌پور، اگر که قرار بشه جایزه دهحت بین‌المللی به ایرانیانی که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت هستند، حالا در حیطه فعالیت شما آوازخوانی داده بشه، به نظر شما این در واقع کار و این روندی که به وجود میاد چقدر میتونه در پیشرفت یک هنرمند کمک کنه؟ مسلماً هیچ جوابی جزی ندارم که بزرگترین جایزه که به یک هنرمند داده میشه دیده شدن اون هست و بزرگترین من که زن هستم که بیشتر، چون که آقایون به هر حال خیلی راحت تر تونستن برن و اصلا همیشه تو دنیا اینجوری بوده، وقتی که حتی پدرم هستن میتونن خانواده رها کنن، مثال میگم ویزای مثلا امریکا اومده برن. شما وقتی در یک جایزه بین المللی یک خواننده مثلا به من اگه به تعلق بگیره، اینه که من شناسانده میشم و میتونم بگم من از کشورم دارم میخونم، چون من مال نسل قبل از انقلاب نیستم، من کسی هستم، من نماینده زنی هستم که الان داره میکنه. و به خاطر این میگم خدمتون دیده شدن بزرگترین ارزشی داره، که ارزشی هستش که به یک کسی داده میشه به هنرمند، به این دلیل هست که ما اصلا اسمای تکیمونم گفته نمیشه. میدونید چی میگم؟ ما الان در کشورمون آقایون مثلا اسماشون هست، بزرگترین مسئله اینجاست که ما دیده میشیم همپای هنرمندهای دیگه، من فکر میکنم صدامون میرسه به دنیا. دقیقا. و یک کار دیگه هم که مد نظر داریم ما انجام بدیم این هستش که کسانی که حالا توی کتگوری های مختلف در حال فعالیت هستن، مثلا عکاسان، فیلمسازان، نوازندگان، خوانندگان، در سرتاسر دنیا بینشون یک کانکشن ایجاد بشه. یعنی ممکنه یک خواننده مثلا آوازخوان زنی داشته باشیم در اطراف اصفهان و به علاوه یک آوازخوان زن ایرانی داشته باشیم مثلا در آلمان، اینها بینشون یک کانکشن ایجاد بشه. نظرتون در این مورد چیه؟ خیلی خوب است. ببینید، من چون با پوست و گوشتم دیدم، من سالای 21 سال 26 سالم اینها بود، واقعا یک اتفاق بزرگ در زندگی افتاد. من در فستیوال ومد بودم و یه بار دیگه در فستیوال فالو بودم، چند بار دیدم. چون الان در دنیا و برای هر کسی این اتفاق نمیفته، میدونید در فستیوالا زیباتر مثلا جاست، همه به خنده و شوخی میگیرن، ولی شما میرید مثلا یهو صبری برادرز رو میبینید، از شوخی نیست، بزرگترین گروه های آفریقایی رو میبینید. من در یک فستیوال دارم، فستیوال آگادیر در شهر مراکش رفتیم، ما از کازابلانکا رفتیم به آگادیر، نمیدونه چی خواننده های عرب و زن عجیبی، اصلا چه اعتماد به نفسی میگه. این کانکشن ها، این ارتباط ها باعث این میشه شما اولین چیزی که در قلب خودتون احساس میکنید با هر هنرمندی، شما خودتون مورد مقایسه قرار میدید. هر چقدر بگین اینطور نیست، باز هست. من یادم اونجای خانم اومد با حجاب کامل و لباسش نارنجی و زرد و اینا، با حجاب بود و تکی میخوند، از عربستان سعودی اومد، قدریزی میخوند این خانم. یا خیلی خانمایی دیدم که مولا خود مراکش بودن، یا یک فستیوالایی من دیدم در ابوظبی، یک شب ما اونجا بودیم. وقتی که این کانکشن رو شما ایجاد کنید، در واقع این راه رو آسان کردید، سهل کردید، لطف بزرگیه، یک موهبت بزرگیه که بتونن کسایی که شغلشون هنر هست همو بشناسن. در واقع فستیوالا شده. دقیقا که ما متاسفانه تا حالا همجور که شما فرمودین فستیوال و گرد همایی های و در واقع جوایز به زبان های مختلف جای مختلف بوده، ولی ما در واقع گرد همایی و جوایزی برای فارسی زبان ها واسه ایرانی ها که کل دنیا پراکنده هستن رو تا حالا نداشتیم و ما امیدواریم که پرژرسوس بتونه با همکاری شما هنرمندان عزیز این راه عظیم رو با هم دیگه طی کنیم و بتونیم با هم دیگه این گرد داشته باشیم. خیلی اتفاق خوبیه، انشالله که موفق بشیم. من آرزو میکنم که بتونین این کانکشن رو برقرار بکنید
چون من خودم تشنه این هستم، من اصلا خودم فراموش میکنم کی هستم. وقتی یک خانومی رو جدیدن یه خانومی رو پیدا کردم، دوست دبستانم، من ایشون عکاس بسیار بزرگی هستم بین الملل، همون شعر، همون شادی در قلب ما روشن میشه، من مطمئنم. در باعث افتخار از ایرانی عزیزی که در سراسر دنیا در حال فعالیت های هنری هستن. ممنون از شما و توضیحاتتون. سپاسگزارم.